در اتاق متوسطش هر روز صغرا حسینی مصروف نقاشی خطاطی های اسلامی می شود و به نوای موسیقی کشور خود گوش می دهد. بانو حسینی کارهای هنری اسلامی در امریکا را طراحی کرده است. زمانی که امریکا آمدم اینجا تفاوت میان مسلمانان و پیروان سایر مذاهب را احساس نکردم. نمیدانم در حکومت چطور است. مردم طرف شما به حیث یک مسلمان یا عیسوی نمی نگرند، بلکه آنها مرا به عنوان یک نقاش می شناسند. بانو حسینی در جای زندگی می کند که از طرف یک سازمان خیریه عیسوی برایش فراهم شده است. برای ما درباره سغرا خبر دادند. او اینجا آمد و داستان خود را بازگو کرد و برای ما گفت که چرا می خواهد در امریکا باقی بماند. ما در جامعه خود از او استقبال کردیم. سغرا که در یک خانواده فقیر بزرگ شده است، اکنون در امریکا بسر می برد. با وجود همه دشواری های زندگی، او تصمیم گرفت تا از طریق هنر نقاشی با مشکلات مبارزه کند. در 6 ماه اول خود در امریکا، سغرا یک کتاب را دیزاین کرده و نمایشگاهی را نیز برگزار کرده است. برخی مردم کار مرا به خاطر که کمی متفاوت است دوست دارند. تا کنون طراحی شعر و دیزاین اسلامی به این شکل نشده بود. از من خواستند در میان مردم از ملیت‌های مختلف شرکت کنم. من از اینکه از افغانستان هستم، اشعار نقاشی من از کس دیگری و از یک کشور دیگر است. سغرا حسینی حجاب می‌پوشد و نقاشی‌های اسلامی را در یک کشور با جمعیت کثیر عیسویان به پیش می‌برد. اما لقمندی من نقاشی اسلامی وجود دارد یا خیر؟ هدفم این است، من نقاشی را دوست دارم و همیشه خواستم روی آن تمرکز کنم. کارم را نمیتوانم متوقف سازم. واقعیت این است که بیکار هستم و با نقاشی خود را مصروف نگه میدارم. در گذشته افغانستان به خاطر کارهای هنریان مشهور بود، اما بعد از ده ها سال جنگ در آن کشور به هنر نیز زیان رسیده است. افراد زیادی همچون سغرا در افغانستان زیست دارند، اما آنها فرصت پیشرفت در کارهایشان را نداشتند. در کشور من اکثر زنان در خانه هستند. مهارت‌های ندارند. آنها علاقمند هستند کاری را انجام دهند، لکن فرهنگ و سنت مانع آنها می شود. بانوی افغان تاکنون راه قانونی زندگی در امریکا را ندارد، اما بنیاد عیسوی برای وی اتاق داده است که در آنجا بود و باش می کند و به کارهای هنری خود ادامه می دهد. جیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن دی سی.